دکتر سعید کارندیش عزیز، محقق و دکتر حاضر از دانشگاه ماونت ساینای یونیورسیتی در نیویورک. سلام دکتر. سلام و عرض ادب دارم منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. مرسی دکتر. امروز بحث ما در رابطه با یک موضوع بسیار همگانیه. یادم در گذشته میگفتن که یه جوکی میگفتن که طرف میگفتن هنر کجاست؟ با هنرم تو مشتمه. این بحث همگانی ما هم امروز در مشتمه، در واقع نگاه میکنیم به تخم مرغ و بحثی که همه دربارش میدونن و آیا این تخم مرغ نوتریشن خوبی هست نیست، غذای خوبیه برای انسان یا نه، فرقش چی هستش و همه چیزایی که درباره تخم مرغ نمیدونیم و دوست دارم که از شما در رابطه با تخم مرغ سوال کنم. حضورتون عرض کنم که تخم مرغ اولین غذایی بوده که بشر استفاده کرده و اون موقع البته مرغا وحشی بودن و انواع مختلف تخم پرنده ها رو استفاده میکردن، مثل تخم بلدرچین یا کوئل اینجا میگن، یا تخم اردک، یا گاهی تخم شترمرغ الان حتی الان هم استفاده میکنن. و اهمیت دیگه این هستش که تخم مرغ بسیار غذای سالمی هست و از نظر پروتئینی بسیار با ارزش هستش و مهمترین چیز اینه که یکی از ارزون ترین غذا هم هست در کل کره زمین. دکتر عزیز، یه مسئله وجود اومده برای من و سواله. ما قبلا در گذشته با این تخم مرغ سفید رنگ خیلی آشنا بودیم، همه جا این رو میدیدیم و خب بسیار هم برامون جالب بود. بعد جهان عوض شد، شکل دیگری به خودش گرفت و بعد صحبت از لغتی اومد به عنوان ارگانیک یا ارگانیک که همه در رابطه با این ارگانیک بودن صحبت میکردن، همه به طرف اون رفتن و بعد با تخم مرغ‌های رنگی آشنا شدیم که میگن مثل که ارج و قرب بیشتری هم داره. آیا رنگ تخم مرغ برای ما تاثیرگذاره برای انتخابمون؟ تخم مرغ‌هایی که ما در بازار داریم معمولا دو رنگ اصلی، رنگ سفید هست و رنگ قهوه‌ای هستش، که رنگ سفید معمولا از مرغی به دست میاد که مرغ سفید رنگ هست، که اینا معمولا نژاد لگهورن هستن که 80-90% مرغ‌های تخم‌گذار دنیا از این نژاد هستن، بسیار نژاد خوبی هست. و مرغایی که رنگ قهوه‌ای یا قرمز دارن، یعنی تخم مرغ‌هاشون رنگ قهوه‌ای داره و اون تصویری که مردم دارن که تخم مرغ قهوه‌ای خاصیتش بیشتره یا طبیعی‌تر هستش، نه اینطوری نیستش و اینا تقریبا همه‌شون ماشینی هستن. گاهی وقتا این اشتباه میشه با اون تخم مرغ محلی که مردم استفاده می‌کردن. یعنی که تخم مرغ قهوه‌ای معمولاً از تخم مرغ‌های مثل نژاد لانگ آیلند به دست میاد که اینا در کارخونه ها هستن، به صورت در مرغداری ها هستن به صورت صنعتی و گاهی وقتا میبینم که استفاده میکنن از این ویژگی و میان در داخل تخم مرغ‌های قهوه‌ای رنگ مقداری هم کاه میریزن که حالت طبیعی تر پیدا کنه، که مشتری فکر کنه که واقعا همین الان رفتن از یک به اصطلاح آشیانه مرغ اینو به دست آوردن. ولی واقعیتش اینه که هیچ فرقی بین تخم مرغ سفید و قهوه‌ای وجود نداره از نظر مواد غذاییش. دکتر عزیز، یه سوال دیگه باز دوباره اینجا تو بعضی موارد ما دیدیم که سایز رو روش نوشتن، که نوشته شده مثلا اینها جامبو هستن یا اکسترا لارج هستن یا لارج هستن. آیا سایز تخم مرغ هم اهمیت داره؟ اهمیت سایز تخم مرغ اولا این هستش که بستگی داره به سن مرغ، یعنی اینکه اگه مرغای جوان تخمای کوچیک‌تر دارن و مرغای مسن‌تر، اینا تخم مرغاشون بزرگتر هستش. البته وقتی میگه مسن و جوان، در واقع در بین یک مرغی که 2 سالش هست مرغ پیر حساب میشه و اینا رو میبرن برای کشتارگاه، از گوششون حالا استفاده میکنه. و تقسیم بندیش هم اینجوری هستش که خب تخم مرغ کوچک هستش، بعد میدیوم سایز هستش، بعد لارج هستش یا بزرگ اکسترا لارج هستش و سایزای جامبو هستش، که تخم مرغ جامبو تقریبا 2 برابر تخم مرغ کوچیکا هست. اهمیت به خصوصی نداره، یکی از نظر نژاد هست که همین مرغ لگهورن که از کردن اینا تخم مرغ‌های بزرگتر میگذارن و تنها اهمیتش به نظرم در صنعت هست. برای اینکه مثلا فرض کنید قراره که فرض بفرمایید 10 تا تخم مرغ رو برای پختن شیرینی استفاده کنن با
یه مقداری شیر یا شکر قاطی کنن و بعد اونجا بستگی داره که شما چه سایزی از تخم مرغ انتخاب میکنید. یه تخم مرغ مثلا جامبو این مثلا 30 آنسه، تقریبا دو برابر یه تخم مرغ کوچیک هستش. اینی که فقط از اون نظر اهمیت داره ولی اهمیت دیگری نداره. زرده تخم مرغ چی؟ زرده تخم مرغ گرفته درشتر بزرگتر، بعضی وقتا زرده کوچیکتر داره، بعضی تبلیغ میکنن از اینکه زرده ما خیلی زرده یا این تخم مرغ زردشون خیلی زردتره و دیدیم هم این اتفاق افتاده. اون چیه؟ تخم مرغای زرد معمولا اینها از گروهی هستن، مرغدارا اینو متوجه شدن که اگر به مرغاشون غذای ذرت بدن اینا تخم مرغای زردتری به وجود میادن، اگه غذای گندم و جو بدن تخم مرغا سفیدتر میشه. این زردی تخم مرغ خیلی با ویتامین آ ارتباط داره یا ویتامین A ارتباط داره. یه ماده هست به اسم کاروتنوئید، کاروتن، که این کاروتن همونیه که رنگ هویج و نارنجی میکنه و همون چیزی که ویتامین آی رو داره، که در به اصطلاح از قدیم حتما شنیدیم میگفتن آدمایی که هویج میخورن چشمشون خیلی قوی تره، به خاطر اون ویتامین آ هستش. اینجا هم در داخل تخم مرغ اون هر چقدر زردتر هست یعنی ویتامین آ بیشتری داره. و همینطور نکته دیگرش اینه که در تخم مرغای محلی هم این زردی تخم مرغ زردتر هست. بسیار عالی. خب درباره تخم مرغ محلی صحبت کردیم در اول برنامه. این تخم مرغ محلی آیا واقعا بهتر بود از تخم مرغی که ما داریم میخوریم؟ اینا خب همون نژادای لانگ آیلند بودن و اینا تخم مرغای بودن که مرغایی که این تخمای محلی رو داشتن اینها مرغای نژاد لانگ آیلند بودن، مرغایی بودن که معمولا رنگ قهوه‌ای داشتن یا مشکی داشتن یا قرمز بودن و مزه بهتری دارن اینها، اومگا 3 بیشتری دارن اینها و یک چیز به خاطر این ویژگی‌هایی که داشتن خیلی مورد توجه جامعه شهری ایران یا همه کشورها بوده. یعنی می‌رفتن دنبال تخم مرغ، اینا معمولا کوچیک‌تر هم هستن و خوشمزه تر هم هستن، ولی خب به خاطر اینکه به اصطلاح اون شستشوی صنعتی نمیشه احتمال اینکه اینها مبتلای به سالمونلا باشن بیشتر هستش. اینا در طبیعت غذای بهتری میخورن و البته گاهی وقتا هم ته سفره مناطق روستایی رو به اینها میدن و اشکالی هم نداره. صحبت از اومگا 3 کردی، اتفاقا جالب شد چون دوست دارم بپرسم این اومگا 3 که روی بعضی از تخم مرغ نوشته میشه معنیش چیه و برای چیه؟ اومگا 3 یکی از بهترین چربی هایی هست که متاسفانه بدن انسان نمیتونه بسازه. بهش میگن چربی ضروری، مثلا اسید آمینه یا پروتئین ضروری، اونایی هستن که بدن انسان نمیتونه بسازدشون. پس ما باید به یه شکل اینا رو وارد کنیم به بدنمون. یکی از بهترین روش هایی که میشه وارد کرد از طریق تخم مرغه. اینا در خیلی از مراکزی که آشنا هستن با این تکنیک به مرغ‌هاشون میان فیش اویل میدن و فیش اویل یا روغن ماهی تبدیل میشه به اومگا 3. حالا اومگا 3 چه کاری میکنه در بدن انسان؟ خیلی کارهای خوب. یکیش این هستش که تریگلیسیرید رو پایین میاره، دیگر این هست که فشار خون رو پایین میاره و این ویژگی خوبی داره که از سرطان سینه در خانم ها و سرطان پروستات در آقایون جلوگیری میکنه. برای همین حتما توصیه میشه که همه افراد به خصوص افرادی که زمینه بیماری های قلبی و عروقی دارن اینها حتما از تخم مرغ استفاده کنن که اومگا 3 داره. بریم سراغ این نژادهای لانگ آیلند تخم مرغ دبل ای بهترین نوع تخم مرغ هست و خیلی هم کمیابه، یعنی شما به ندرت میتونید پیدا کنید. اینا رو معمولا میبرن برای رستوران های خیلی ممتاز، برای اینکه اینها زردی تخم مرغ و سفیدی تخم مرغ قوام به خصوصی داره، یعنی نوع جوری که برجسته میسته شکل مشخص و شکل خوبی داره ولی هیچ اشکالی نداره. ما تخم مرغ A رو معمولا میخوریم، اگر دقت کنید روی تخم مرغایی که ما مصرف میکنیم معمولا دابل A نیستش، B هم نیستش، نوع A هست یا نوع A هست در فارسی ما میگیم. و تخم مرغایی که گروه A هستش اینها به طور متوسط هستن، نه به اندازه B
زرد و سفیده آشفته ای دارن، نه به اندازه نوع دبل ای خیلی منسجم و سفت و خوش فرم هستن. اینه که همین نوع ای خوب هستش. دکتر بعضی وقتا صحبت بکنم، یه مسئله هم ما در گذشته داشتیم، گفتن طرف تخم دو زرده فکر کنی کرده، این تخم دو زرده چی هستش؟ تخم دو زرده نشون میده که سرعت تخمک گذاری یا اوولاسیون در اون مورد بیشتر بوده و این معمولا در مواقع اتفاق میفته که یا مرغ جوان هست، مثلا یه ماهشه دو ماهشه اون مرغ تخم گذار، یا اینکه تحت استرسه و متاسفانه الان انسان به خاطر نیاز خودش که اشکالی که داره و کاری که میکنه این هستش که مرغا رو خیلی تو فشار میگذارن اینها، یعنی 45 روز مرغ نمیخوابه، از جاش هم تکون نمیخوره. مرغایی که ما تخم مرغایی که ما مصرف میکنیم معمولا این شکلی هستش که این مرغ ها تو فشار هستن و مرتب 45 روز زیر نور غیر مستقیمن و نور خورشید هم اصلا نمیبینن و تو انبار هستن، که حالا بعدن اگر فرصتش رو صحبت میکنیم، مرغایی که در انبار نگهداری میشن احتمال اینکه آنفولانزای فصلی یا بیماری های ریوی بگیرن بیشتر از مرغای دیگر هست و همین ها بودن که گاهی میشنوید مثلا میگن آنفولانزای مرغی، از اون مرغایی هستش که در داخل این انبارها هستن و به صدا این تو اون فضای متراکم اون به صدا غبار آلوده رو تنفس میکنن. اینه که تخم دو زرده معمولا نشانه استرس و فشار روی مرغ هستش. بعضی از وقتا یادم میاد که ما تخم مرغ خیلی قدیم و الان جیدم زیاد نمیبینم شبته، ولی تخم مرغی میدیدم که یه توش خون داشت یا خون بود، نمیدونستم اینا رو بعد خورد یا نه بعد خورد، یا بعضی وقتا بغل این تخم مرغ خاری که وقتی تخم مرغ میشکنی یه سفیدایی هستش، یه سفیدگی هستش که این سفیده رو از زرده وقتی بخوای جدا هم بکنی میتونی حسش کنی. اینا چیه؟ اینا معمولا اون نطفه اولیه هستش یا اون خونی که شما میفرمایید مرحله خیلی ابتدایی تشکیل جنین جوجه هستش که این الان خیلی کمتر شده به دلیل اینکه دیگه توی مرغداری ها اجازه نمیدن حتی یک دونه خروس در اون اطراف باشه، برای اینکه میدونن که ممکنه که مرغ ها رو آلوده کنه و این گرفتاری رو به وجود بیاد. اوکی. یه چیزی من گاهی وقتا میبینم که نوشتن اونم جالب بود، بس من روی باز دوباره روی این شونه های تخم مرغ نوشته caged free یا نوشته pastured یا free cage، اینا داستانش چی هستش؟ این سوالی که فرمودید به این صورت هستش که در اغلب مواقع حدود 90% مواقع مرغ‌ها داخل قفس نگهداری میشن و مثلا 45 روزی که مرغ در حال تخم‌گذاری هستش از اون قفس اجازه خروج نمیدن، از داخل انبار اجازه خروج نمیدن، منظور از انبار همون فضای مرغداری، اجازه خروج نمیدن و اینها بهشون میگن کیجد، یعنی داخل قفس هستن. یه نوع دیگری هست که کیج فریه، یعنی اینکه طرف منظورمون مرغ تخم‌گذار، حالا مثلا مرغ لیک هورن یا لانگ آیلند، اینها داخل قفس نیستن ولی باز داخل یه محوطه بسته اونجا میتونن راه برن و غذا بخورن، بازم در یه محیط خیلی فشرده، مثلا هزاران مرغ شما میبینید کنار همدیگه دارن اونجا زندگی میکنن. نوع دیگری که هستش اینه که پاسترایزه، یعنی اینها اجازه میدن که توی باغچه باشن، یه خورده مثلا به اصطلاح میتونن از هوای بیرون استفاده کنن و میتونن به اصطلاح چمن یا علف یا چیزای طبیعی رو استفاده کنن. اینا درجات مختلفی هستش که برای مرغ هستش، مرغای تخم‌گذار، و طبیعیه که هر چقدر مرغ آزادتر باشه، مثل همون مرغ محلی خودمون که عرض می‌کردم که مثلا اون مرغ میتونه داخل اون باغچه بگرده و هر جور غذایی که میتونه بخوره و هر چقدر مرغ آزادتر باشه اون تخم مرغ سالم‌تره. دکتر دیدم که بعضی وقتا نوشتن که ویجیتریان، مگه مرغ هم میتونه غیر از ویژیتریان چیز دیگه بخوره؟ دیگه دون نمیخوره دیگه. یه سری از مرغداری ها اینها میان و
به صدا آشغال گوشت یا مثلا فراورده های دامیری که استفاده نمیشه اینا رو در تبدیل به پودر میکنن یا خوردش میکنن و میدن به مرغا که این رو بخورن و این یکی از کارهایی که اینا خوب نیستش این کار و برای همین هستش که خیلی روی این حساسیت هست یا بعضی از این مرغایی که در طبیعت هستن مثلا کرم میخورن یا مگس میخورن یا اینا این چیزای اینطوری میخورن. منظورشون اینه که اینها فقط از مواد گیاهی استفاده کرده. خب بریم حالا سراغ بخشی که در ایران به خصوص خیلی لغت گولاخ معروف شده و سر صدا را انداخته و این آقایونی که بدنسازی میکنن، هیکلای گنده میدارن و بعد دیدیم که تخم مرغ رو میشکنن و سفیدش رو مثلا حتی خام خام میخورن و برای اینکه قوی تر بشن یا عضلاتشون بزرگتر بشه از اون هم استفاده میکنن در صبح ها. اون چیه؟ ببینید سفیده تخم مرغ که به نظر من یکی از معجزات خلقته، یعنی شما ببینید داخل یه تخم مرغ کوچیک که فقط مثلا 50 گرم سفیده تخم مرغ داره این چه کار میکنه که شما میبینید وقتی این پوست تخم مرغ شکسته میشه و جوجه کامل میشه یه مرغ کامل با پر و با چشم و با نوک و با پا میاد بیرون و همه این از همه یه مقدار کم سفیده یه تخم مرغ به دست اومده. ببینید چقدر این پروتئین با ارزشه، یعنی شاخصی هست به اسم ارزش پروتئینی که اینا 8% یعنی تقریبا 10 برابر گوشت ارزش غذایی داره تخم مرغ، سفیده تخم مرغ. و یه چیز خیلی جالب هم این هستش که با وجود این همه به اصطلاح پروتئین خوب که همه اسیدهای آمینه ضروری هم ضمناً داخلش هست که اصلا خیلی کم پیش میاد که یه ترکیبی باشه که همه اسیدهای آمینه ضروری رو داشته باشه، با وجود این شما میبینید که کالری خیلی کمی داره، یعنی مثلا کالری یه سفیده تخم مرغ کامل هست 14 کالری، یعنی شما اگه 10 تا سفیده تخم مرغ بخورید به اندازه یه قوطی نوشابه مثلا کوکاکولا این کالریاشون با هم برابره. خب این خیلی مهمه، یعنی شما میتونید با 10 تا تو سفیده تخم مرغ خودتون رو تمام روز سیر نگه دارید یا با 20 تا میتونید خودتون رو سیر نگه دارید. این نشون میده که چقدر اهمیت داره در بدنسازی. البته اگه فرصتی شد بعداً بایستی راجع به این بحث بدنسازی هم صحبت کنیم، برای اینکه من میبینم که متاسفانه در کشور ما این استفاده از داروهایی که مثل ناندرولون که اینا استفاده میکنن اینا عضلاتشون رو خب خیلی پروار میکنه، خیلی بزرگ میکنه، حجم میده به عضلاتشون، ولی متاسفانه اینا روی سیستمای بیضه انسان فشار میاره و باعث میشه که آسیبای گاهی وقتا غیر قابل برگشت به سیستمای جنسی خودشون میزنن. حالا اینو بعدن اگر فرصت باشه حتما فکر کنم بحث خوبیست برای آینده که بتونیم درباره صحبت کنیم. و حالا داستان الفان الان شما عنوان کردید، یک انسان در هفته یا در روز چند تا تخم مرغ میتونه بخوره و براش خوب هست که بخوره؟ ببینید در مورد سفیده تخم مرغ کمتر سقف گذاشته شده برای اینکه یه پروتئین خیلی مفید، خیلی مغذی، خیلی کم ضرر به نظر میاد، فقط در بیماران کلیوی اونم کاملا تایید شده نیستش که خوب کمتر استفاده کنن، ولی برای بقیه افراد یه غذای خیلی خوب و سالمی هست. اشکال در زرده تخم مرغ هست، برای اینکه نیاز روزانه ما به زرد به کلسترول فقط 450 میلی گرم هست و یه دونه تخم مرغ 300 میلی گرم کلسترول داره، مثل میگو میمونه، کلسترولش زیاده. و وقتی شما یک دونه تخم مرغ میخورید تقریبا بیشتر اون نیاز رفع شده. اومدن یه تحقیق خیلی جالبی کردن در دانشگاه هاروارد و روی 117 هزار فرد داوطلب و دیدن که حد اکثر مقدار سالم، مقداری که به انسان برای انسان ضرری نداره، 3 تا تخم مرغ در هفته هستش، به خصوص برای افرادی که دیابت دارن و برای همه آدم هم همینطور هستش. اینه که این 3 تا تخم مرغ در هفته رو ما باید نگه داریم. اشکالی نداره سفیده تخم مرغ رو میل بفرمایید، ولی در مورد زرده تخم مرغ
حداکثر 3 تا در هفته این چیزی هست که تحقیقات خیلی خیلی بزرگی که انجام شده اون رو ثابت کرده. دکتر بعضی از حیوانات یا بعضی از وسایل دیدیم که میگن اینا آنتیبیوتیک بهشون دادن. تخم مرغ آیا این مسئله آنتیبیوتیک درش صدق میکنه و آیا آنتیبیوتیک روی تخم مرغ هست؟ بعد از اون مسئله وحشت داشته باشیم؟ نه، خوشبختانه آنتیبیوتیک رو وقتی تزریق میکنن به مرغ ها تزریق میکنن و از قسمت بال مرغ ها. برای همینه که بهتره که بال مرغ ها رو کمتر بخوریم، برای که محل تزریق آنتیبیوتیک است. ضمناً آنتیبیوتیک طول عمر داره، مثلا آموکسیسیلین اگر به اینها میدن 8 ساعت نیم عمرش، برای همین این بیشتر از اون نمیمونه. ولی همینا راجب جوجه هستش، راجب اون مرغ تخم‌گذاره. هرگز و هرگز ما امکان نداره که به هیچ عنوان آنتیبیوتیک رو داشته باشیم داخل تخم مرغ. بس خیال راحت باشه از این موضوع. پس بعضیش میگن نچراله، این تخم مرغ نچراله، منظورشون چیه؟ این هم از اون کلمه هایی که بیشتر ارزش تبلیغاتی داره، برای اینکه وقتی میگن نچراله یعنی اینکه چیزی اینگریدینت غیر طبیعی درش وجود نداره. خب اخه اصلا تخم مرغ جوری نیست که بشه چیزی رو داخلش کرد باش مخلوط کرد. البته دوستان چینی ما میدونید که اینا همونطوری که برنجای مصنوعی درست میکنن، تخم مرغای مصنوعی درست میکنن و جالب افرادم درست میکنن و میخورن، نه اون برنج مصنوعیشون رو متوجه میشن مصنوعی، نه اون تخم مرغ مصنوعیشون رو متوجه میشن که مصنوعی، و این واقعا حیرت انگیزه. این هورمون چیه داستانش؟ آیا تخم مرغ میتونه هورمون پذیر باشه؟ ببینید هورمون معمولا به جوجه ها نمیدن، به مرغای تخم گذار نمیدن. چرا نمیدن؟ به خاطر اینکه نمیصرفه که هورمون بدن، هورمون خیلی گرونتر در میاد. اونا ترجیح میدن، البته در مورد مرغای گوشتی ترجیح میدن به جای اینکه این کارو کنن، برای اینکه تقلب کنن آب وارد اینها میکنن. حتما دیدین این سرنگای بزرگی هست که اینا رو آب تزریق میکنه داخل عضله مرغا، یا اینکه اینا رو میندازن داخل ظرفای آب، یا شب تا صبح میمونه وزنش دو برابر میشه. برای همین هم است که بیشتر وقت مرغا مزه نداره الان وقتی میخورید، برای اینکه وزنش وزن کاذب هستش، خیلی آب کشیده. و اینا لازم ندارن که به مرغ ها، به مرغ های تخم گذار اینو بدن، اینا رو به گاو ها میدن. یه ایمپلنت هایی هستش که روی گوش گاو میذارن، 125 روز تستوسترون آزاد میکنه و اینا رو خب حجم خیلی زیادی به گاو میده، و همونطوری هم که الان میبینید این روزا میبینید ما گوشت ها خیلی کم چربی شده. این به خاطر این نیستش که کیفیتش خیلی خوبه، این معنیش اینه که اون گاو خیلی تستوسترون استفاده کرده، عضله زده به جای چربی. یادم میادش که از بچگی ما یه علاقه خاصی داشتیم برای خوردن چلو کباب، به خصوص اینکه ژستش هم این بود که به رستوران داره یا تو خونه که بود میگفتیم یه زرده تخم مرغ هم روش بنداز، و زرده تخم مرغ خام رو با برنج قاطی میکردیم و خیلی خوشمزه میشد. این مسئله که نخواهد داشت یا مشکلی نداره که؟ مشکلش این هست که دیدن که از هر 7 میلیارد تخم مرغی که میاد وارد بازار میشه، 2 میلیون اینها مبتلا هست به سالمونلا، و تنها چیزی که سالمونلا رو از بین میبره، سالمونلا میدونید در ایران میگفتند حسبه یا تیفوید یا پاراتیفوید، اینا همش گروه باکتری سالمونلا هستش، و تنها چیزی که اینا از بین میبره 3 دقیقه حرارته. اینی که شما هرگز نمیبینید که توصیه شده باشه که بشه از تخم مرغ خام استفاده کرد، بجز این که یک جزء دیگری هم هست در پروتئینی که در سفیده تخم مرغ هست. پروتئین سفیده تخم مرغ اصلش آلبومین هست و گلوبولین هست، ولی یه نوع پروتئین دیگری در سفیده تخم مرغ هست به اسم آویدین، و این آویدین پروتئین خوبی نیست به خاطر اینکه جلوی جذب ویتامین B6 رو میگیره، و خبر خوب اینه که با 3 دقیقه حرارت هم سالمونلا کشته میشه، هم پروتئین آویدین که پروتئین خوبی نیست در داخل تخم مرغ هست اون از بین میره. یعنی دیگه اشکالی تو جذب پروتئین هم، اشکال تو جذب ویتامین B6 هم به وجود نمیاد. برای همین حتما توصیه میشه که تخم مرغ رو بپزید یا سرخ کنید، بعد به صورت نیم رو حالا هر کاری میکنید، ولی خام نخورید. یه بار یه فقط برای خیال راحت شدن خیال خود من، شما فهمیدید که
از سفیده تخم مرغ لازم نیست پرهیز بکنیم و میتونیم سفیده تخم مرغ رو بخوریم، حالا یعنی در واقع به صورت مثلا نیم رو یا پخته، حالا هر چیزی، پس میشه سفیده تخم مرغ بخور. بله، فقط اشکالش اینه که تا فرمودید نیم رو من یک کمی نگران شدم، برای اینکه حالا وقتی که بحث نیم روش میشه خب فکر کنید که حالا چقدر دارید روغن با اون میخورید. قرار شد که اینو به خاطر سالم بودن که ما میخوایم که افراد سالم باشن پیشگیری کنیم از بیماری، نه اینکه بیماری رو درمان کنیم. اگر افراد عادت کنن که سفیده تخم مرغ آبپز رو بخورن، هم خوشمزه هستش هم خیلی مقوی هستش، ولی وقتی شما نیم روش میکنید دیگه این پر از روغن میشه و بهتره که کمتر بخورید. مرسی که اینو گفتید. من بخش دومو توی تجویزی که به خود من کردید متوجه نشده بودم. بریم سراغ تخم مرغ و خانوم ها، که من از تخم مرغ ماسک صورت هم دیدم که ازش ماسک صورت درست میکنن و میزنن به صورتشون، اون چه جوریه؟ این سفیده تخم مرغ و زرده تخم مرغ یه ترکیب فوق‌العاده است. زرده تخم مرغ سرشار از ویتامین آ هست و ویتامین دی، و میدونید این ویتامین دی همه جا کار میکنه. اصلا تازگی متوجه شدن که ویتامین دی هستش که لنفوسیت های تی که مهمترین عامل دفاعی در مقابل ویروس ها در بدن انسان هستش رو ویتامین دی داره میسازه، یعنی کمک میکنه، همینطور ویتامین آ. اینه که و حتی مثلا یه بیماری مثل ایدز که انقدر ما میشنویم، یعنی که لنفوسیت تی فرد کم هستش. حالا فکر کنید که ما یه غذایی داریم که لنفوسیت تی داره و ویتامین آ داره و ویتامین دی داره و همه چیزهای خوب اونجا هستش. حالا اگر شما اینو بیاین سفیده و زرده رو با هم مخلوط کنید روی موی سر قرار بدید، خیلی وقتا این به اصطلاح کمک میکنه به لطافت و شفافیت و طول عمر بیشتر موی سر. همینطور اگر روی پوست صورت قرار بدید باز همین کارو میکنه، به عنوان ماسک صورت اثر خوبی داره. البته این در مورد فقط تخم مرغ نیست، مثلا در مورد خاویار هم همینطور هستش، اونم به یه نوعی تخم ماهی هست و من دیدم که این خانم نوشافرین نازنین تبلیغ و صحبت میکنن راجع به یک کرمی که از خاویار درست شده، اون خب حتما بهتر از تخم مرغ هست، ولی اساس همش یکی هستش. بسیار عالی، من ممنونم از شما دکتر عزیز، دکتر سید کارندیش از نیویورک، و چقدر خوبه که این ارتباط ما همچنان با هم هست از این ور آمریکا با اون ور آمریکا. امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشید. متشکرم.